سید جلال رافقایی در از حرکت میکنه، یک پاس تو در موقعیت به سمت دروازه از امیر خدا مرادی که سید مهدی رحمتی توپ رو راهی کورنر میکنه. رجبی خودش یک پاس عمقی عالی دیگه برای کیانی وارد محوطه جریمه حالا میشه، یک پاس رو به جلو، تکل بسیار خوب، همچنان موقعیت برای یاران مصر. حرکت سید جلال رافقایی در محوطه جریمه به سمت دروازه و یک شوت سهمگین از او زالترون. حرکت او، یک پاس عمقی زیبا برای مورالس، دید خوبی داره این بازیکن برزیلی. حالا مورالس در محوطه جریمه، موقعیت برای زالترون، یک توپ خوب رو از دست داد این بازیکن برزیلی. ببینیم از این ضربه ایستگاهی چگونه یاران مروان استفاده میکنن. رضا نیک نظر باز هم پشت توپ و به سمت دروازه عالی هم میزنه توپ رو، اما سید مهدی رحمتی هم یک دروازه‌بان با تجربه است. این حرکت موقعیت خوبی است برای مسی ها. ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنه. ضربه سری که خدا بندلو اگر تو چارچوب زده بود قطعا گل میشد. همین بازیکن ارسال به دنو محوطه جریمه به سمت دروازه رسولی. مس داره خطرناک کار میکنه. هادی تامینی و اعلام خطای محسن رسولی. یه پاس رو به جلوی دیگه برای رافقایی، یک پاس عمقی برای چمندوس، موقعیت بسیار خوب برای او که سید مهدی رحمتی توپ رو میگیره. حیدری رو به عقب با هادی تامینی کار میکنه. هادی تامینی تو سر توپ میزنه، یک کار خطرناک میکنه، خطا هم نیست. حرکت رسولی یه ضد حمله میتونه شکل بگیره. پاس رو به جلو ببینیم خواهد داد یا که خه، زاویه تنگ میشه، دو سه بازیکن مروان هم از راه میرسن. پشت محوطه جریمه به سمت دروازه این شوت خطرناک و اعلام ضربه کورنر. توپ در اختیار سفیدپوشان. بازیکن شماره 13 حیدری یک پاس عالی در محوطه جریمه و توی دروازه گل. سعید یوسف زاده. سعید یوسف زاده در دقیقه 89 چه دقیقه ای هم گل میزنه. مورالس یه حرکت دیگه از پیدری، دو در مقابل سه، پاس عالی برای رافقایی، میتونه گل دوم رو هم بزنه و توی دروازه گل. سید جلال رافقایی گل دوم رو هم به مسی ها میزنه. شیرازه یه تیم مصر از هم پاشیده می